13 می‌خواندند خروس‌ها ترتیل باران را در خشکنای مصلای بامدادی. چه بیهوده چه بیهوده. رسیده بودیم به ساحل نگین سپیددم. افسوس افسوس، چه کنیم؟ چاره‌ای نداشتیم، باید راه می‌افتادیم. برخاستیم، کوله بار سفر را بستیم. تازه روشن شده بود هوا. می‌خواستیم پیش از پهن شدن آفتاب در کویر راه بیفتیم طرف بوتی. منتظر عثمان بودیم. رفته بود به جستجوی ذرت برای الاغ. یکی یکی می‌رسیدند از راه شاگرد مدرسه ها. همه پسر بچه، کتابی و دفتری زیر بغل. نوک مدادها و خودکارها پیدا بود از لبه جیب بالایی پیراهنها. معلم مدرسه می گفت 37 شاگرد اسم نویسی کردند اول سال در کلاس اول و دوم مدرسه. شاگردهای هر دو کلاس می نشستند در یک کپر. 3 ساعت صبح، 3 ساعت بعد از ظهر. درس می داد به هر دو کلاس. شاگردان کلاس سوم، کلاس چهارم، کلاس پنجم، کلاس ششم در آن یکی کپر می نشستند، روی حصیر کف کپر کنار هم. آقای مدیر درسشون می داد. چند ساعتی کلاس ششم درس می داد، چند ساعتی کلاس سوم و چهارم و پنجم. جز شاگردان مدرسه همه بی سواد بودند در آبادی غلام محمد بازار. غیر از قاضی قریه که از خانواده مولوی بود و سوادکی دارد. پرسیدم از دانش آموزی که ایستاده بود کنارم، چند ساعت سر کلاس می روی؟ 5 ساعتی، 6 ساعتی. باقی روز چه می کنی؟ کاری نداریم، ویلانیم، می نشینیم داخل پلاس، تاریک شد می خوابیم. بعضی روزها می رویم بیابان، شاخ و برگی پیدا می کنیم، می آوریم برای شتر. پا به پایی کرد و ساکت شد. به روایت آقای مدیر، اهل دشتیاری افتاده بودند به جان درخت های کهن. می رفتند بیابان، درخت ها را می کندند از ریشه یا می شکستند از پا. درخت ها را خیلی دور پدران پدرانشان کاشته بودند. کسی دست نمی زده به آنها. بعضی خیلی کهن شده بودند، اما با وجود خشکسالی چاره ای نمانده بود برای مردم. رسید عثمان از گرد راه، خسته ولی موفق، مثل اینکه رفته بود دنبال کیمیا و پیدا کرده بود. شاگردان مدرسه کمک کرده بودند. آقای مدیر سفارش کرده بود، کت خدا هم سفارش کرده بود، بلوچی همراهیش کرده بود، این در و آن در زده بودند. سرانجام شانس آورده بود و 2 کیلو ذرت سرخ پیدا کرده بود و خریده بود 10 تومان. ریز بودند دانه های ذرت، مثل خاک شیر و پوک، به رنگ سرخ خفه که میزد به کبودی. آقای مدیر گفت کار بزرگی کرده است عثمان. سوهو، ذرت قرمز، پیدا نمی شود. پیدا هم شود کسی نمی فروشد. با طلا حاضر نیستند عوض کنند. قوت لایموت مردم بود سوهو. تنها مائده زمینی و آسمانی بود که هنوز گاه گاهی پیدا می شد. می کوبیدند ذرت را در چنتر. هسته خرما را هم می کوبیدند و نرم می کردند. آرد ذرت و آرد هسته خرما را مخلوط می کردند، خمیر می کردند، می پختند در تنور، می خوردند. نان سختی می شد، مثل تخته سنگ، رنگ گل رس، مزه مطبوعی نداشت، ولی چاره ای نداشتند، می خوردند و سدجویی می کردند. قسمت کردند ذرت ها را، مشتی ریختند جلوی الاغ، باقی را نگه داشتند توشه راه. مشغول شد الاغ، با نوک زبان و لبها جمع می کرد دانه های سبک ذرت را و می بلید. قدمی آن طرفتر 2 الاغ
افسارشان محکم در دست صاحبانشان، نگاه می کردند به الاغ و گرد خاک شیری ذرتها. چیزی نمانده بود چشمان درشت الاغهای تماشاچی بیرون بجهد از حدقه ها. خدا حافظ، خدا حافظ. چنین است فرجام کار همیشه. مدیر نشست پشت شتر، تکانی داد حیوان به خودش، جا به جا شد، تاب برداشت، کشیدگی بلند گردنش، برخاست، ایستاد روی پاها و راه افتاد. من هم سوار الاغ شدم. عثمان پیاده بود. می رفتیم طرف بوتی. طی راه می گذشتیم گاهی از کنار هوتک هایی که پراکنده بودند در کویر. بوی تهوع آوری که معلق بود و باد کرده بود زیر آفتاب گند آرقهای پیاپی هوتک ها بود. عوض می شد رنگ هوا، سنگین می شد مثل بخاری آماس کرده و ساکن. بعد آهسته آهسته می رسیدیم به هوتک. بعضی خالی بودند و خشک، لاشه های باد کرده لجن افتاده بودند ته هوتک ها، تبله کرده بودند روی جدار دیوارها و اطراف دهان فراخ هوتک ها. نیمه بودند بعضی هوتک ها و در حال ته کشیدن و خشکیدن. آدم ها و چهارپایان جمع شده بودند گرد آنها. خورشید بالا آمده بود در آسمان و کویر جاری بود در آفتاب. می گذشتیم پیاپی از کنار کشتزارهای سوخته، شیارهای موازی کردها، مملو ماسه بود و شن، لایه های پیشرفته نمک برق می زد در طول حاشیه ها و وسط کردها، مانند تکه های تیز آینه های شکسته. آقای مدیر همچنان که نشسته بود بالای شتر اشاره کرد به دور دست. بوتی بود، سایه های لرزان و محو، مانند سایه کلاف های دود و خاکستر میان پیچ و تاب زبانه های بلند حرم آفتاب و تلألو مواج و براق سراب ها. رسیدیم به مسیلی که له له می زد مثل زبان خشکیده سگی تشنه. گذشتیم از میان قلب سنگ های سیاه و قهوه‌ای عرض پهناور مسیل. ایستاد آقای مدیر جلوی اولین پلاس. عثمان رفت جلو، گرفت افسار شتر را با هر دو دست، خم شد شتر به جلو، زانو زد و نشست میان ماسه ها. پیاده شد آقای مدیر و به دنبالش من. نگاهی انداختم به درون پلاس. پرتوهای آخته آفتاب میتابید توی فضای خفه پلاس. از سوراخ‌های ریز و درشت سقف پلاس مانند نیزه‌های تافته فلزی. کتری پوشیده از دلمه‌های دود کنار قلب سنگ‌های درشت و سیاه اجاق. وسط اجاق کنده‌ها و شاخه‌های نیم سوز. دست و پا میزد کودکی گوشه پلاس، به شاخه های نیم سوز اجاق شبیه بود جسه کودک. شیون بلند و زجه های منقطعش همچون تراشه های تیز حلبی. زنی قوز کرده بود روی چنتر، پیاله برنجی پهلوی چنتر بود. سرخی کبود مشتی آرد ذرت خوشه‌ای دلمه بسته بود مانند لخته خون خشکیده ته پیاله. یک درمیان برق میزد طلایی بلوکی که آویزان بود به سیاهی نوک بینی سوخته زن. در رفت و آمد پیاپی و منظم سر فرو افتادش روی چنتر بین سایه خفه و همچون دود متراکم پلاس و نیزه های تابان آفتاب همچنان که مشغول کوبیدن دانه های ذرت بود. توضیح: بلوکی حلقه های فلزی طلا یا نقره که به بینی می آویزند. ادامه مد. راه افتادیم. اطراف ما ردیف پلاس های پراکنده میان ماسه و شن و آفتاب، کلبه های چوبی و پوشالی و کپرها،
همچون اسکلت‌های پوسیده استخوانی، چهار ستون باریک و کج چوبی، بیشتر تنه‌های لاغر نخل، چهار تیرک نازک وصل بود به نوک تنه نخل‌ها. روی تیرک‌ها ردیف‌های نامنظم شاخه‌های خشکیده، روی شاخه‌ها کلافه‌های خار و خاشاک و شاخه‌های خرد و شکسته. دیوارها حسیر، حلبی‌های زنگ زده، قوطی‌های خالی روغن نباتی، ساقه‌ها و برگ‌های خشک، پاره‌های استخوان ساق و دنده چهار پایان. گرد و خاکی غلیظ و داغ برمی‌خاست از زیر پاها وقتی عبور می‌کردیم از محوطه بین پلاس‌ها و کپرها، از روی زباله‌ها، تاپاله‌های گاو، پشکل و خاک طبقه طبقه انباشته روی هم. چند قدمی محوطه پلاس‌ها تپه‌ای بود خاکی و سنگلاخ همچون حصاری ویران جلوی هجوم بی‌امان بیابان. خورشید مانند برج آتش مذاب زبانه می‌کشید بر فراز خاکی تارک تپه. پایین شیب تپه ساختمان گلی مسجدی، کاهگل دیوارها باد کرده بود زیر آفتاب، ورقه ورقه شده بود مثل پوست سوخته و ورآمده و قطعه قطعه درخت خشک سالی. وسط دیوار جلویی چارچوبی و دری دولنگه از چوب کنار، کندکاری شده بود روی در، خطوطی هندسی و تکراری شبیه طرح حاشیه قالیچه‌های بلوچی. لنگه‌های چوبی در باز می‌شد مستقیم به هوش، حیات مسجد. چهار کمانی هوش را متصل می‌کرد به ایوانی با سقفی کاهگلی. دری چوبی وسط دیوار پشت ایوان، آن طرف چارچوب در توکی، صحن داخلی مسجد. تخته‌های حسیر تنگ هم سر تا سر کف توکی، عودسوزی هشت شاخه وسط تاقچه گلی دیوار ضلع سمت راست و لبه تاقچه گلی دیوار ضلع سمت چپ سفال سوچوکیدان. مولوی بوتی آمد به استقبال، خوش آمدی گفت، احوال حاجی کریم بخش را پرسید، از آقای مدیر دعا کرد به جان حاجی و بدون معطلی پرداخت به مطلب مورد علاقش. 3000 تومان خرج مسجد شده است، مسجد کاملی است، تماشا کردی؟ بله خیلی کامل است، تماشا کردی. نگاهی کرد به آقای مدیر و پرسید داگار بوتی جوزار را نشان دادید به آقای مهندس؟ نه. بیا برویم آقای مهندس داگار ما را تماشا کن. پیش از آن که راه بیافتیم طرف داگار، حکمت سفال سوچوکیدان را پرسیدم و اینکه به چه کار می آید. توضیح داد حضرت مولوی که سوچوکی می ریختند در سفال و می گذاشتند روی آتش، بخوری پخش می شد در هوای مسجد که معطر بود و خوشبو می کرد فضای کاهگلی توکی را. وقتی جمع می شدند مردم که نماز جماعت بگذارند یا گوش کنند به موعظه جناب مولانا، و شرح دادند به تفصیل که سوچوکی آمیزه است از گلبرگ، گل سرخ، عود، شکر، گلی معطر به نام جینی ناخن، مشک سفید. بیشتر در مسجد استفاده می کردند از این بخور، جنبه ای مذهبی داشت بخور، مانند گلاب در مسجدهای این طرف. در سینه کش آفتاب هیکل مولانا شبیه بود به تنه قطور درختی بی شاخ و برگ که پا در آورده بود و راه می رفت سلانه سلانه گوشه بیابان در ظل آفتاب. دستان خالی کارت‌های داگار همه به رنگ سوخته قهوه‌ای، نیش جوانهای جو تنک و خفه مانند نوک سوزن‌های زنگ زده و امتداد مواج برق لایه‌های نمک.
سال سوم خشکسالی بود، مولوی نقل می کرد. سه سال پشت سر هم بذر پاشیده بودند، مردم جوانه نزده سوخته بود، ولی همیشه اینطور نبود. روزگار مردم خیلی قوت داشت، زمین برکت الله بود، خاک حاصل خیز دشت یاری، یک تخم صد تخم محصول می داد. بذر و گاو را بلوچهای آبادی می دادند، می کاشتند غلامان سیاه، سبز می کرد حراست می کردند، وقتش درو می کردند، خرمن می کردند، باد می دادند، مشت مشت می پاشیدند گندم را در هوا، کاه را می برد باد، دانه های گندم می ریخت روی خاک و جمع می کردند. نصفی بلوچ سهم می برد، نیمی نصیب بربر می شد، البته بعد از کسر کردن سهم الله. البته فرق می کند، بستگی دارد به وضع محصول و وضع صاحب هرمن. 1%، 2%، 10% هم می دهند به سهم الله. زمین های بوتی ملک بلوچ هاست یا سردار طایفه. خیر، مالک زمین الله است و بس. سهم الله هم می رسد به مسجد. برق می زد سپیدی تابهای عمامه بزرگ مولوی مثل لایه‌های نمک گرداگرد کردها در آفتاب و پیراهن و شلوار پاکیزش. نعلین‌ها چرمی بود و قهوه‌ای، تیره تر از رنگ خاک. کوچک بود پاها، انگشت‌ها تا روی قوزک پا پنهان بود زیر چرم نعلین‌ها. برعکس آن همه جای پاهای برهنه و خاکالود و انگشتان ورم کرده میان ماسه ها و آفتاب. در طول و عرض التهاب کردهای تهی حلقه انگشتری نقره می درخشید انتهای انگشت گوشت آلود و سپید مولوی. عقیقی خرمایی رنگ و درشت سوار بود وسط انحنای نقره‌ای انگشتر. چشمها درشت بود و شاداب مثل رطب‌های تازه رسیده در آفتاب. دندان‌ها سپید بود و براق. حضرت مولانا چه کارهایی می‌کنند در بوتی؟ سالی 2 تا 3 تا 4 تا عقد داریم، بیشتر هم داریم. هر عقد 5 تومان می‌دهند، 10 تومان می‌دهند. دخل‌های دیگری هم داشتند البته. 21 محصول غیر از سهم مسجد، فطریه ماه رمضان، هر نفر 2 کیلو گندم یا 1 روپیه پاکستانی عوض هر کیلو گندم و فطریه تولد. فطریه تولد؟ هر کس شانس می آورد شب عید فطر به دنیا می آمد یا روز عید باید فطریه تقدیم می کرد. البته پدر نوزاد به مولوی. حکم الله است، شانس بزرگی است، نصیب کمتر بنده خدایی می شود. حق و وجهی بابت طلاق؟ هیچ هیچ. 15 سال است در بوتی مولوی هستم، همه کارهای مسجد با من است. طلاق رسم نیست در این سامان، قبیح است، زشت است، خدایی نیست. نذورات و قربانی رسم هست در بوتی؟ البته بود. مگر می شود حضرتی مانند مولوی باشد در یک آبادی؟ نذر و قربانی رسم نباشد بین مردم آبادی. همه قسم نذری بود. گاو نذر می کردند، گوسفند نذر می کردند، بزغاله نذر می کردند، بعضی اوقات نذر امامزاده می کردند، می رفتند امامزاده و حیوان نذری را قربانی می کردند، برای بچه دار شدن، برای شفای مریض. گاه گاهی گوساله نذر می کردند، برای برکت محصول، برای باریدن باران. قربانی می کنند برای الله، برای سلامت مسافر دور.
شکوه می کرد حضرت مولوی و گله داشت از رئیس پاسگاه ژاندارمری که بی خبر بود از خدا، ظلم می کرد حتی به کت خدا، ره نداشت. چند روز پیش 27 تومان داده بود به کت خدا مرغ بخرد. کت خدا 7 مرغ خریده بود، 27 تومان برده بود مرغ ها را به پاسگاه. رئیس پرسیده بود چقدر پول داده ای برای این مرغ ها؟ کت خدا جواب داده بود 27 تومان. فریاد زده بود رئیس پاسگاه خیر، گران خریدی، من 17 تومان بیشتر نمیدم. کت خدا قسم خورده بود، ناله کرده بود، فایده ای نداشت، اثر نکرده بود در دل سنگ رئیس پاسگاه. داد زده بود سر کت خدا، من مردی هستم رزمی، 17 تومان بیشتر نمیدم. غلط کردی، بیشتر خریدی، باید 10 تومان پس بدهی یا بروی باز مرغ بیاوری. از قبرستان آبادی پرسیدم و مراسم فوت. قبرستان آبادی پشت مسجد بود، زمین قبر مجانی بود، کسی پول نمیداد برای خریدن قبر. زمین قبرستان هم تعلق داشت به الله. وقتی کسی فوت می کرد بر می گشت به سوی الله، خاکش می کردند در قبرستان. همه مردم شرکت می کردند در مراسم کفن و دفن که ثواب داشت. گوسفندی، بزغاله‌ای می کشتند اقوام متوفا، می پختند، جمع می شدند اهل آبادی، می خوردند، فاتحه می خواندند. روز سوم هم قربانی می کردند، گوسفندی، بزغاله‌ای، گوساله‌ای، بستگی داشت به وضع مرحوم. تقسیم می کردند گوشت قربانی را بین همسایگان. از یاد می رود مرده بعد از این قربانی تمام. برای تولد هم روز ششم، شب هفتم قربانی می کردند. بزی، گوسفندی، همه مردم جمع می شدند، غلام ها و بلوچ ها می خوردند، دعا می کردند، تمام می شد مراسم و سلام. بعد از نقل مراسم مردگان یاد بیماران افتاد مولوی. پیدا بود در ذهن او مردگان و بیماران همسایگانی بودند دیوار به دیوار. آقای مهندس، دکتر نیست در بوتی، دوا نیست، امید مریض الله است. بلوچی که قدم بر می داشت پیوسته کنار مولوی و جدا نمی شد لحظه ای از او، مثل سایه سمج آمده بود به کمک مولوی. وقتی بلوچی مریض می شد می رفت و می افتاد گوشه پلاس. زمینگیر که می شد قطع امید می کردند همه اقوام مریض. دعا می کردند زودی خلاص شود، خیلی خیلی سخت نشود حالش. می ترسیدند جانور بیفتد در سینه‌اش، سوراخ شود چشمش، کور شود، کرم بگذارد. و اعتقاد داشتند مردم مریضی که زود خلاص می شود خوش عاقبت است، آمرزیده است، بستگانش را دوست دارد. هیسک هست، هیلی هست، سرحک هست، بچه ها هیلی می گیرند، هر بنده هدایی تب می کند، نوبتی، روزی، شبی، سرش گیج می رود، مالاریا باز پیدا شده، دیری بود، گم شده بود. صدای مولوی که بلند شد خاموش شد صدای سایه مولانا. معلوم بود علت همه بدبختی ها. چیزی نداشتند بخورند مردم، هر چه داشتند ذخیره کرده بودند، خورده بودند. لقمه نانی پیدا می شد از قاچاق بود. 3 سالی بود محصول نمی داد زمین، 3 نوبت زراعت کرده بودند، سوخته بود. چای خالی می خوردند ناشتا، پیدا می شد 1 لقمه 2 لقمه سوهو می خوردند با چای، نهار و شام همینطور. بعضی که داشتند ماش می پختند در آب و فلفل، قاطق سوهو می کردند.
روزگاری وقتی اتفاقی می افتاد، مشکلی پیدا می شد در بوتی و دشتیاری، اول غلام ها در می ماندند، بلوچ ها کمکشان می کردند تا محصول می رسید، سختی گم می شد. حالا بلوچ ها هم وضعی نداشتند، دستشان تنگ بود، بدبخت بدبخت شده بودند بربرها. زمان پدران مولوی برده بودند تمام بربرها، کنیز بودند زن بربرها، ولی آزاد بودند حالا همه بندگان خدا. هیچ بلوچی غلام نمی خرید، نمی فروخت، برای خودشان زندگی می کردند بربرها، ولی مثل قدیم خدمت می کردند، کار می کردند برای خانواده ارباب، تن به هر کاری می دادند، لقمه نانی در می آوردند، می خوردند، شکر می کردند. فرزندان غلام ها هم کار می کردند از خرد سالی. تا به یاد داشت مولوی رسم نداشتند غلام ها که بچه ها را بفرستند مدرسه. امسال ناپرهیزی کرده بودند غلام ها. دو سه غلامزاده را راهی مدرسه کرده بودند. راستی راستی عوض شده بود دنیا. بیشتری غلام ها، بچک ها و جینک بربرها، کنیز ها، جنورام بیوه زن، بربرها ناخوشی دارند، هیسک دارند، مالاریا دارند، قسمی مرض دارند، ما سر در نمی کنیم. رایحه کهربایی غروب آمیخته بود با غلظت کبود گندی سنگین و لزج که انباشته بود فضای خالی و خشک آبادی را. نشسته بودم کنار کپری، روبرو دو قدمی کمانی قناس قاب دروازه پلاسی، دو بز حنایی خاکستری لم داده بودند میان زباله ها و ماسه های کف پلاس، اطراف بزها پیاله های خالی و چرک و آچشدان خاموش. صدایی تکانم داد ناگهان. بلوچی آمده بود و ایستاده بود روبروی مولوی. دست راستش تا بالای آرنج پیچیده شده بود لای کهنه های چرکین. می گفت 7-8 روز است خار فرو رفته بین انگشتان دستش. هر چه کرده بود در نیامده بود خار. جا خوش کرده بود. هر روز بیشتر ورم می کرد دست و انگشت و زیادتر می شد زغزغ درد. دست متورم و کهنه پیچ را نشان می داد به مولوی و التماس دعا داشت. نگاهی انداخت مولوی به خاک و زباله اطرافش، دست دراز کرد، برگ نازک خرمایی برداشت از میان ماسه ها و زباله ها، به دو نیم کرد برگ را، از میان پرت کرد نیمی را روی زمین، سه گره زد به نیمه دوم برگ. هنگام بستن هر گره تأملی می کرد، دعایی زمزمه می کرد، لبی می جنباد. برگ گره زده را داد به دست بلوچی که چنباتمه زده بود کنارش، همان بلوچ همچون سایه. برخاست از کنار مولوی، فرو کرد نوک برگ متبرک را لای کهنه هایی که مثل لحاف جنده تاب خورده بود گرد کبود ورم دست مرد. برگشت و نشست سر جای اولش متصل به مولوی. مولوی نگاهی انداخت به مرد و فرمود نظری کن، نیازی کن، درد دستت می افتد امشب، الله رحیم است، حالا برو، خلاص. دعا کرد مرد و راه افتاد پاکشان. لنگی بسته بود کمرش، همین، باقی همه عریانی بود. اسکلتی متحرک میان جامه سیاه و خاکالود و خشکیده، پوست پر از لکه ها و پیسه های درشت. وقتی دور می شد دست ورم کرده آویزان بود به شانه راستش مانند متکا،
نگاه می کرد به گره های برگ متبرک خرما و سطح پارگی کهنه و ژنده ها. دوان دوان آمد بلوچی، سلامی کرد اول به مولوی، بعد سلام کرد به آقای مدیر و گفت حاجی منتظر است، نشسته است. دوباره برگشت طرف مولوی و گفت چلیم حاضر است، حاجی نشسته است، منتظر است. راه افتاده بود مولوی، دنبال مولوی سایه همزادش. تاریک شده بود هوا، می درخشیدند ستاره ها در نیلی کبود و ژرف آسمان. راه افتادیم همراه آقای مدیر و عثمان. رسیدیم به پلاسی بزرگ، پرده پشمی ضخیمی آویخته بود جلوی قوس کمانی در پلاس. بلوچی که آمده بود دوان دوان و دعوت کرده بود ایستاده بود کنار پرده، به کناری زد پرده را. رفتیم تو، بوی سبز تنباکوی بلوچی آمیخته با قلقل یک ریز آب کوزه چلیم و سیمابی روشنایی چراغ توری و وزوز قطع نشدنی و سمج چراغ پر کرده بود فضای پلاس را. نشسته بود در صدر مجلس مولانا و مشغول کشیدن چلیم بود. کنار مولوی سایش، طرف دیگر پلاس حاجی جدگالی که میزبان بود. ریشی داشت بلند و سفید و نکتیز، مثل از لاء مثلث متساوی الساقین، چشم‌ها ریز و گرد، همچون دو قطره موم شمعی روشن می غلطیدند ته شمعدان استخوانی حدقه ها. زیر سپیدی پرپشت خطوط ابرو، دستار و پیراهن و شلواری پاکیزه و نو. برخاست به احترام، خوش آمد گفت، تعارف کرد، دست داد، پیاپی عذرخواهی می کرد که دیری نبود، رسیده بود از راه و فرصت نداشته است، وگرنه میباید خودش میآمد به استقبال و دعوت میکرد. سر تا سر کف پلاس نقوش تکراری قالیچه های بلوچی و دور تا دور پلاس پشتی و متکای بلوچی. نشستیم، حاجی آمد و نشست کنار ما. آهسته و ملایم صحبت می کرد پیرمرد، همچون نجوا، حالتی داشت مهربان و گرم. آهنگ صدایش مثل تصاویر قصه ها در خاطرهای کودکی. حکایت سفرهایش را نقل کرد به کراچی، اسلام آباد، کویت، دهلی، پنجاب. می گفت تاسند بلوچستان است، بلوچستان ایران. هر وقت بخواهد سوار شتر می شود و می رود، سفر می کند در سر تا سر سند. هر کجای سند که بخواهد، نه جواز لازم دارد نه تذکره، خاک بلوچستان است. هر وقت کاری پیش آید می رود به دهلی. باز بود راه، قوم و خویش داشت در هند. 4-5 جلد کتاب چیده شده بود روی هم، گوشه پلاس کنار پیر مرد جدگالی. جلد کتاب‌ها چرمین بود و کهنه، همه ی کتاب‌ها قطعی داشتند بزرگ، شبیه اسکندرنامه و کتاب امیرالسلان نامدار. طبع هند بود همه ی کتاب‌ها، داستان بود و پدرانش آورده بودند از هند. شب‌ها می‌خواند، وقتی تنها بود یا اقوام و دوستان می‌آمدند به مهمانی، حلقه می‌زدند دور پیرمرد و او می‌خواند به زبانی جدگالی. جدگالی زبان تیره‌ای بود از مردم سند، خیلی قدیم کوچ کرده بودند به بلوچستان، آمده بودند و نشسته بودند در دشتیاری. پدرم نقل می کرد عهد شاه عباس آمدیم، ندانم، خوب به یاد ندارم. پدرم هم خوب به یاد نداشت. حالا یکی شده بودند با بلوچهای دشتیاری، زبانشان مانده بود و به رسم پدران ریشی نکتیز که می گذاشتند بلند شود خوب.
همه مسلمان بودند، حنفی بودند، زراعت می کردند، گلداری می کردند، مثل باقی بلوچ ها، تک و توکی، کمکی، سواد داشتند، بیشتری فقط می توانستند بخوانند. پیرمرد اشاره کرد به کتاب های کنار دستش. میراث پدران ماست. پدرش می گفته است، پدر او قصه های همین کتاب ها را می خوانده است. پیرمرد خواندن کتاب را آموخته بود از پدرش و پدر او هم از پدر بزرگش یاد گرفته بود، ولی نوشتن یاد ندارم، پدرم هم یاد نداشت. پدرش نقل می کرده است، وقتی اجداد طایفه آمده بودند به دشتیاری، آباد نبود دشتیاری، بیابان بود، دست هیچ بشری نخورده بود به زمین، بذر آورده بودند، گاو سندی آورده بودند، شخم زده بودند، بذر افشانده بودند، یک تخم صد تخم محصول داده بود، خانه ساخته بودند، دشتیاری آباد شده بود. تازه بلوچ ها فهمیده بودند چه خاک خوبی دارد دشتیاری. اصل نژاد گاو های کنونی دشتیاری سندی بودند، همان گاو هایی که طایفه جدگال آورده بود از هند. خیلی قدیم وقتی پدران ما آمدند دشتیاری، مالکی نداشت حاک این سامان. وقتی آباد شد، برکت حاک معلوم شد، صد مدعی پیدا شد، قاعده پیدا شد، رسم قانون پیدا شد، سر و کله سردارهای بلوچ پیدا شد. تا دیروز پیداشان نبود، کاری نداشتند به این کارها، سردر نمی کردند از زراعت. دولت هم که صاحب تمام مملکت است، صد قسم آدم دارد، مأمور دارد، کتهدا دارد، بخشدار دارد، فرماندار دارد، ژاندارم دارد، مأمور ثبت دارد، قشون دارد، زور دارد. شکر می کرد الله را پیرمرد که امنیت برقرار شده بود. خوب فهمیده بود چه نعمتی است امنیت. وقتی زور دارد دولت، خیلی خوب است. وقتی زور ندارد دولت، خوب نیست. هر کسی خیال می کند زور دارد، زور می گوید. اما حالا سوار شتر می شد، هر وقت دلش می خواست سفر می کرد، هر طرفی، شب، روز، تنها، خیالش هم راحت راحت بود. اما 3 سال آزگار است، خشک سالی است، زودی باران نزند، نیست می شوند مردم، اما الله رحیم است، شکر. سفره گستردند، نان، ماست، کاسه های چینی مملو و خورش داغ و تند و قاب های پلو. پیرمرد دعوت کرد به شام. شروع کرده بود مولوی، نخست، بعد دستیارش. تعارف می کرد مدام پیرمرد جدگالی به مهمانان و پذیرایی می کرد تمام مدت شام. بلوچ خدمتکار ایستاده بود بالای سر پیرمرد از اول تا آخر شام، تماشا می کرد و آماده بردن فرمان بود و گزاردن خدمت. تمام که شد شام، تازه کردند چلیم را. بلافاصله شروع شد دور تمام نشدنی گشتن و دست به دست شدن چلیم از بالای مجلس. نی باریکی به جای نیپیچ فرو رفته بود در بالای سفال کوزه چلیم. بلند شد باز و پیچید در هوا عطر مرطوب و تند تنباکوی سبز و نغمه های مرغ آب میان قفس سفالی چلیم. همچنان وزوز قطع نشدنی چراغ توری بود و روشنایی چراغ، تکرار صدای تلمبه ها که خدمتکار پیاپی می زد به چراغ، سیاهی تارهای تاقه های زخیم و بلند پلاس، مثل اینکه
میمکیدند و جذب میکردند روشنایی چراغ را و دود کبود و سبز فام تنباکوی چلیم را. برخواسته بود مولوی، غلطی سنگین داشتند و خمارآلود چشمهای درشت مولوی میان پلک ها. دعا کرد، شکر کرد و بلافاصله خداحافظی کرد و رفت. ناپدید شد سایش به دنبالش. نفسی تازه کرد پیرمرد، کتابی برداشت از روی کتابها باز کرد و ورق زد و گفت: حکایتی میهانم برای آقای مهندس، خیلی حکایت هست در این کتاب، قدیمی است، بیشتری حکایت عهد شاه عباس است. شاه بزرگی بود شاه عباس، شاه عالم بود، خیلی زور داشت، درویش هم بود. و شروع کرد به خواندن. نفهمیدم درست و دقیق میخواند از روی سطرها یا زمزمه میکرد آنچه را به خاطر سپرده بود یا هر دو. داستان سمنبر دختر حاجی کشمیری و حیدر بک پهلوان نامدار دربار شاه عباس. سمنبر دختر حاجی کشمیر بود، دردانه بود، بی همتا بود در زیبایی، مشهور بود در هر هفت اقلیم عالم، تمام بود در همه هنرها، جنگاور بود، دلیر بود، حکیم بود. سفری رفته بود به اصفهان، دنبال گیاهی کوهی میگشت در کوههای اصفهان که بهترین مرهم زخمهای مهلک بود. خوانده بود در کتابهای کهن در روزگاران قدیم حکمای ایران نوشدارویی درست میکردند از برگها و گل و ساقه این گیاه کوهی که مرهم هر زخمی بود. خیمه زده بود در کوه ساران زاینده رو. یک دایه داشت که سفید بود، یک دایه داشت که سیاه بود. مثل پروانه شب و روز میچرخیدند دایه های سیاه و سفید دور سرش. نمی گذاشتند گرد آفتاب بنشیند روی رخسار نازنین سنمبر که مانند قرص ماه تمام بود و از گلبرگ گل سرخ نازکتر بود. حیدر بک پهلوان دربار شاه عباس بود، آمده بود گردش. خیمه و بارگاه سنمبر را دیده بود از دور، تعجب کرده بود، رفته بود جلو. تا چشمش افتاده بود به سنمبر، یک دل و صد دل عاشق شده بود به یک نگاه. برگشته بود اصفهان، مادرش را برداشته بود و برده بود به خواستگاری. هرچه اصرار کرده بود قبول نکرده بود سنمبر. گفته بود اگر میخواستم شوهر کنم تا به حال صد شوهر کرده بودم. دستور داده بود خیمه و خرگاه را برچیده بودند، راه افتاده بود طرف کشمیر. حیدر بک پهلوانی بود به نام، پهلوان پایتخت شاه ایران. صد پهلوان نامی را زده بود زمین، پشتش تا به آن روز درسیده بود به خاک. برآشفته شده بود، خشمگین شده بود، راه افتاده بود و رفته بود، راه را بسته بود بر کاروان خاتون کشمیر. سنمبر شمشیر آبدار هندی را کشیده بود، حمله کرده بود به حیدر بک پهلوان. چطور جرأت می کنی راه بر سنمبر ببندی؟ در هفت اقلیم عالم کسی جرأت این جسارت را ندارد. حیدر بک که میبیند حریف زن است، همینطور مینشیند روی زین مثل مجسمه. نگاه میکند به سنمبر، زخم سختی میزند سنمبر به سر حیدر بک. حیدر بک میافتد از روی زین، سخت پشیمان میشود سنمبر. عشق حیدر بک شکوفه زده بود در دلش. پیاده میشود، مرهمی درست می کند از گیاهان کمیاب کوهی، می گذارد روی زخم سر پهلوان. مشتی مروارید غلطان می ریزد در جیب حیدر بک.
نامه ای می نویسد و تا می کند و می گذارد زیر سر حیدربک که اگر جان سپردی مرواریدها خونبهایت، خوب شدی و ماندی مرواریدها زخمبهایت. بعد سوار شده بود و راه افتاده بود طرف کشمیر با دلی غمگین و عاشق. از قضای روزگار خوب می شود زخم سر حیدربک. روزی شاه عباس نگاهش می افتد به جای زخم حیدربک، در شگفت می شود، رو می کند به حیدربک. حیدربک، قبله عالم به سلامت باد، چه نامردی جرأت کرده است شمشیر بکشد به روی پهلوان بارگاه ما. سزای جسارت این نابکار مرگ است. حیدربک داستان را نقل می کند. شاه عباس ندیده و نشناخته عاشق صنمبر می شود. حیدربک را می فرستد کشمیر به خواستگاری دختر. فرمان می دهد 100 شتر جواهر و تحفه بار می کنند. همراه حیدربک روانه می کند به کشمیر. پیش کشی شاه به صنمبر. راه می افتد پهلوان، می رود و می رود شب و روز تا می رسد به کشمیر. صبح زود می رود حمام، سر و تن می شوید، لباس مبدل می پوشد، می رود به بازار شهر، بالا می رود، پایین می رود، سراغ صنمبر را می گیرد. روزی از روزها تنگ شده بود دل صنمبر، آمده بود بازار گردش کند، هوایی بخورد. ندیمه ها دورش بودند. حیدربک را میبیند، میشناسد، رو میکند به حیدربک. مقیمی یا مسافر؟ حیدربک جواب میدهد چه کار داری؟ اگر مقیمی که برو به راحت، اگر مسافر غریبی تو را ببرم به خانم. حیدربک میگوید مسافر غریبم. حیدربک را برمی‌دارد و می‌برد به خانه‌اش. دستور می‌دهد همچون مهمانی بزرگزاده پذیرایی کنند از حیدربک. صبر کرد حیدربک. شب که شد یکی از دایه‌ها را صدا زد، دانه‌ای از مرواریدهای بیمانند خزانه شاهی را گذاشت کف دست دایه و گفت مردی بازرگانم، مروارید می فروشم، مروارید را ببر نشان بده به بانویت. قیمتی است مروارید، در یک دانه است، می خرد. دایه جواب داد همین امروز و فردا شوهر می کند صنمبر، فایده ای ندارد. حیدربک اصرار می کند، خیلی اصرار می کند. مروارید را بر می دارد دایه و می برد و نشان می دهد به صنمبر. خاتون زیبا نگاهی می کند به مروارید، می گوید برو به مرد بازرگان بگو کلید خزانه دیگر پیش من نیست، پیش دیگری است. صاحب پیدا کرده است خزانه، من نمی توانم قیمت مروارید را بپردازم. برگشته بود دایه دست از پا درازتر، پیغام و مروارید را باز آورده بود. شکسته بود دل پهلوان، غمین شده بود پهلوان، فکری کرده بود و به دایه گفته بود 100 تومانی شاه عباسی انعام میدهم به تو، مرا ببر به دیدن صنمبر. دایه جواب میدهد بسیار خوب، این کار را میکنم، اما اول باید ریشت را بتراشی، لباس زنان بر تن کنی. حیدربک میگوید نه، من تا امروز ریشم را نتراشیدم، امروز هم نمی تراشم، فکر دیگری در کار کن. دایه باز فکری کرد و گفت راه دیگری نمی دانم، ولی زالی است در این شهر هر حیله‌ای می داند، بهتر است بروم پیش زال، شاید زال چاره‌ای نشانم دهد. حیدربک انعامی داد به دایه و فرستاد دایه را پیش زال. زال گفت حیله‌ای نیست در همه آفاق عالم که زیر ناخن پای من نباشد. اگر 2000 تومان انعام بدهد حیدربک، قول می‌دهم چاره‌ای برای مشکلش پیدا کنم. حیدربک قبول کرد.
فوری 2000 تومان فرستاد برای زال. حیله‌ای در کار کرد که فقط به عقل خودش می رسید و بس. آمد و حیدربک را برداشت و برد پیش صنمبر. صنمبر نشسته بود در صدر مجلس، ندیمان نشسته بودند دورش، مطرب می زد، رقاصه ها می رقصیدند. به اشاره زال حیدربک دانه ای مروارید انداخت به دامن صنمبر. صنمبر برداشت و طوری که کسی نفهمد پنهان کرد زیر دامنش. مطربها را مرخص کرد. خلوت که شد مجلس، رو کرد به حیدربک و گفت: پدرم امشب مرا به نکاح مردی در می آورد. کاری ساخته نیست از دست من. شب شد. داماد آمد. ملا عقد دختر را بست. داماد و عروس را دست به دست دادند و رفتند. نیرنگ زال تمام نشده بود، حیله‌ای در کار کرده بود، به گوش داماد رسانده بود که در سفر اصفهان قزلباش دختری صنمبر را برداشته است و دیگر صنمبر دختر نیست. خشمگین بود داماد، ولی به روی خودش نمی آورد. در مجلس عروسی پدر صنمبر که رفت، رو کرد به صنمبر و گفت: قزلباش دختری تو را برداشته، تو دختر نیستی. صنمبر پاسخ داد: این طور نیست. و شروع کرد به خواندن این شعر: اگر مردی قلم زن بر دواتم، که امان نداد داماد، شمشیر کشید و گفت: همین الان سرت را جدا می کنم از تن. شمشیر را برد بالا، پیش دستی کرد حیدربک، بیرون پرید از گوشه ای که زال پنهانش کرده بود و با یک ضربت شمشیر گردن داماد را به دو نیم کرد و انداخت جلوی پای صنمبر. بعد دست صنمبر را گرفت، سوار اسب‌های تیز تک شاهی شدند. شب و روز تاختند و تاختند تا رسیدند اصفهان. صنمبر را برد یک سر به پیشگاه شاه. شاه عباس نگاهی کرد به دختر و گفت: زن من میشوی یا حیدربک؟ اختیار با تو. صنمبر پاسخ داد: حیدربک خیلی رنج برده است، سختی کشیده است برای من، ولی اختیار همه عالمیان دست قبله عالم است. خوشش می آید شاه عباس. به صنمبر بگوید: تو مثل دختر من هستی، بخشیدم تو را به حیدربک. فرمان داد شاه عباس، صنمبر را به عقد حیدربک درآوردند. شهر اصفهان را آذین بستند، چراغانی کردند، 7 روز و 7 شب جشن گرفتند و شادمانی کردند. شب هفتم شاه عباس دست صنمبر را گذاشت در دست حیدربک، حکومت کشمیر را بخشید به حیدربک و مرخصش کرد. تمام شد قصه. خداحافظی کرد آقای مدیر، برخاست و رفت همراه عثمان که سر تا سر شب نشسته بود گوشه‌ای پشت آقای مدیر، خاموش مثل تندیسی گلی. پیرمرد جدگالی رو کرد به خدمتکار که بگو رهده‌ها بیاورند برای آقای مهندس. لحظه بعد جا به جا شد پرده سنگین دروازه پلاس. سیاهی پیدا شد، بلند قامت، یک دست، رنگ نهایت شب. رخت خوابی می کشید به دوش، گذاشت کف کپر. مشغول پهن کردن رخت خواب شد. برق می زد مشکی برهنه شانهای ستبرش در مهتابی پرتو چراغ زنبوری. شلواری به پا داشت تا حوالی قوزک ها که مثل 2 قلوه سنگ بودند. انگشتان پا همه ورم کرده و کج و کوله، مثل گره های تنابی فلزی. ناخن ها همچون تکه های سفال شکسته، پهن و کلوفت. طبله پینه ها
مانند لایه های ترکیده چرم خشکیده چسبیده بود دور پاشنها و گوشه و کنار پاها. تمام که شد کارش، همچنان که افتاده بود سرش روی شانه ها، ترک کرد پلاس را. پرسیدم با احتیاط: چند غلام دارید؟ 5-6 تایی. بیشتر بودند پیشتر، پدرانشان برده بودند، اجداد ما می حریدند از ناخدای کشتی عرب در کراچی، حالا برده نیستند، در کپر پدرانشان زندگی می کنند، کار می کنند برای ما. شخ می زدند، بذر می پاشیدند، درو می کردند، خرمن می کوبیدند، سهمی می بردند، چوب و شاخه می شکستند، علف می چیدند، در صحرا جمع می کردند و می آوردند، می ریختند جلوی گاو، بز، گوسفند. بلوچی حرف می زدند، چند پشت بود در بلوچستان به دنیا آمده بودند، خودشان را بلوچ می دانستند، مسلمان شده بودند. سابق کافر بودند، مسلمان نبودند، حد ندارند مثل ما، هندن یاد ندارند، کتاب ندارند از خودشان، پدرانشان را در خاطر ندارند، هیچ وقت ندیدم از سامان پدرانشان یاد کنند. دور هم زندگی می کردند، زن از میان خودشان می گرفتند. سابق کنیز بودند زن و دختر بربرها، اما حالا نه، کار می کردند مثل غلام ها، شیر می دوشیدند، کشک درست می کردند، نان می پختند، پشم بز می ریسیدند، طاقه پلاس می بافتند، بچه نگهداری می کردند، خدمت می کردند. مراسمی داشتند مخصوص خودشان، آوازهایی می خواندند، اغلب با هم. سرود نداشتند، سرود یعنی قیچک. اعتقادی نداشتند به دوا و درمان و دکتر، دوا و درمان مخصوص خودشان را داشتند. وقتی مریض می شوند اعتقاد دارند یک باد حبیس وارد بدنشان شده، یک زار رفته داخل سرشان، الله می داند، الله می داند و بس، پشت در پشت تا به یاد دارند همین کارها را می کردند. چه کارهایی؟ مریض را میبرند پیش گواتی مات، یا مات گوات را میآورند بالای سر مریض بدحال. گواتی مات نگاه میکند به رنگ و روی مریض، دست میکشد به سر و روی مریض، نگاه میکند به چشم مریض، میفهمد چه باد غریبه ای داخل بدن مریض شده، یا چه زاری آمده و رفته داخل سینه مریض، داخل سر مریض، داخل شکم مریض. وقتی می شناخت گواتی مات، زاری را که حلول کرده بود در تن مریض، مشغول می شد به معالجه. دور مریض می نشستند کنیزها و غلامها، می خواندند، دهل می زدند، تنبوره می زدند، سارنگی می زدند، نی می زدند. هر زاری آوازی داشت، آهنگی داشت مخصوص خودش. 3 شب و 3 روز می خواندند و می زدند. گاهی می رسید به 5 شب، 6 شب. بعد بزغاله قربانی می کردند، می پختند، جمع می شدند همه اقوام مریض، همه باید می خوردند. گاهی خوب می شد حال مریض، باز می کرد چشمانش را، به هوش می آمد. گواتی مات می گفت: فرار کرده زار، بیرون شده از تن مریض، رفته به ولایتش. هر زار ولایتی داشت، ولی می شد، بسیار هم می شد که خلاص می شد مریض. تمام معلوم می شد زور زار چربیده بود به مریض و گواتی مات و ساز و آواز اهل مجلس. آواز غلام ها را شنیده اید وقتی بالای سر مریض می خوانند؟ بله، فرق می کند. مثلا یکی می خواند شیخ شنگرزار، دیگری جواب می دهد پلیچ یاهو، یکی می خواند
شیخ شنگرزار. دیگری جواب میدهد پلیچ یاهو، یا برای واوزار مسقط واوزار واوزار هرزار واوزار 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 هرزار واوزار. زارهای معروف و زادگاه زارها اینها بودند به روایت پیرمرد جدگالی. شیخ شنگر از مسقط، واوزار از مسقط، مابتو از مسقط، پیر مریدان از سند، لال کلانتر هوللا از سند، شاه من سلطان عالم از بغداد، سید احمد کبیر از بغداد، لیلو لیل گنا شهبانز از سند، نارن بن کلانتر جانا از سند، دمدم دست کلانتر از سند، الله هرلال کلانتر از سند، کجون کجا ایسا عربستان سعودی، کجون موسا عربستان سعودی، کجون کارون کنجانی عربستان سعودی، مدد شاه هیلانی بغداد. گاهی که میماند پیر مرد جدگالی در نقل نام زارها و زادگاه آنها، بلند میشد میرفت بیرون، زمانکی بعد برمیگشت، مشکل حل شده بود، می نشست و باقی حکایت را نقل می کرد. نمی دانم، شاید از گواتیماتی می پرسید یا از غلام سیاهی. رو نکرد راوی را، شاید صلاح نبود.